که میخوام بگم با روح جوان تناسب داره حدسشو میزنید، بهتر از منم ممکنه بدونید حتی، ولی بخواد آدم توضیحش بده جای دیگری باید به تفصیل به اون پرداخت. اونم این که از دست دادن فائده محتمل عقلن غلط است. عقل با آدم میگه هرچی میتونی ببر، چرا یه فائده ای رو از دست بدی؟ اینو جوون بهتر میفهمه، میگه آه بله، این قله رو نشون میده، اون جمله قبلی حداقل رو نشون میده، اون جمله قبلی میخواد حقوقی بار بیاره، این جمله بعدی میخواد عاشق بار بیاره، عاقل بار بیاره. عاقل میگه سود بیشتر رو چرا از دست بدم؟ عاقل اون جمله رو هم میگه ضرر محتمل رو چرا ازش فرار نکنم، ولی این جمله رو هم میگه عاقل سود بیشتر رو چرا از دست بدم. بعد این جمله عاقلانه با روح جوان بیشتر تناسب داره. ما مبنای برخی از مباحث اعتقادیمون اصلا با این جمله طراحی نشده، در حالی که قرآن کریم ما رو به همچنین فرهنگی دعوت میکنه. روز قیامت رو که میخواد تقسیم بکنه خدا میفرماید سه گروهن. ببینید این سوره واقعه که باید هر شب خونده بشه چقدر جوان پسنده، و ما طلبه ها گاهی از اوقات حرفامون چقدر جوان گریزه. البته خیلی از حرفا رو نمیشه تو مسجد و منبر زد، بنده مسئولیت اول رو با آموزش پرورش میدونم. آموزش پرورش اگه درست کار کنه مساجد پر از جوونا خواهند شد، البته باید ما هم جوونا رو فراری ندیم. ما فعلا هر دو با هم همکاری میکنیم در فراری دادن جوونها از دین. هم مدرسه به سمت مسجد نمیاد، هم اگه نمیفرسته، هم اگر اومد مسجد ما خوب بلدیم فراریش بدیم. شما حالا ببینید تعلیمات قرآن چقدر جوان پسنده. فرمود سار او الی مغفرت من رب بکن. این حرف ذائقه پیرمردونه نداره. سرعت بگیرید. فاستبق الخیرات. سرعت اصلا مال جووناست. سبقت مسابقه مال جووناست. سبقت بگیرید، از هم جلو بزنید. ببرید بازی رو. یه جای دیگه میفرماد دنیا بازیه، اینجا میفرماد حالا سبقت بگیرید، یعنی بازی رو ببرید. سوره واقعه میفرماد روز قیامت مردم سه دستن، اصحاب یمین، اصحاب شمال، جهنمی ها، بهشتی ها، یه دسته دیگه هم از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. اول به اونا میپردازه. این توجه جوان رو این تیکش بیشتر جلب میکنه، اول در مورد اونا صحبت میکنه. آدم پیرمرد که بشه میگه که جهنم نریم، حالا هر کجای بهشت رفتیم، ولی جوان باشه میگه که من چرا باید قله بهشت رو فراموش کنم؟ به یه جوان بگو که دو تا بهشت ما داریم، یکی برای از سابقون از سابقون. کلمه از سابقون هم ببینید دوبار تکرار شده، از سابقون از سابقون. حالا خدایا یه دونه میگفتی از سابقون ما میفهمیدیم، نه بازم ذائقه جوان میبینید اینجوریه، اینجوری بیشتر خوشش میاد. اگه قله است دوبار بگو. دیدی ترانه گوش میدن، دیدی حسین حسین هم میکنن، تکرار میکنن، وله میکنن، حرفی رو که خوشش بیاد جوون تکرار میکنه. پیامبر گرامی اسلام اول جوونا رو جذب میکرد، و خیلی از حرفای دیگه که تو این زمینه هست ما اگه بخوایم اونا رو بگیم دوباره بحثمون با جلسات دیگه‌ای که تو این یکی دو روز داشتیم تکراری میشه. حداقل برای خود من یا بعضی از دوستان ممکنه به مقدار دیگه کسالت آور باشه. پس جوونها، این که امام صادق علیه السلام میفرماد اسرع الی کل خیر، سریعتر از هر کسی به سوی هر خیری میشه تابن. باید مسجدهای ما از جوونها بیشتر پر باشه. اگه نیست ما خراب کردیم جوونها رو.
عذرخواهی میکنم، من نمیگم که ما تربیت نکردیم جوونا رو ها، میگم ما خراب کردیم جوونا. یه وقتی هست میگن آقا شما کار نکردی تربیت نکردی جوونو، خب جوون خراب شده. جوون خود به خود میگه خراب میشه به این سادگی؟ به این سادگی خود به خود خراب نمیشه. بعدن چرا؟ ولی دوران جوانی اینجوری نیست. خب خیلی روشن بحث تو این زمینه، کلیاتش، اثبات جزئیاتش بمونه برای یه وقت دیگه و ذهن شریف شما میتونه یاری کنه و شاید خودتونم بیاندیشید و تا حالا اندیشیده باشید و بپذیرید این مسئله رو. خانواده مهمه، آموزش پرورش مهمه و رسانه ها و فضای عمومی تبلیغاتی جامعه مهمن، انتظارات ما مهمه، مسئولیت که تو فرهنگمون برای به جوون میدیم برای خوب بودن مهمه. اصلا جوون اینقدر چک و چونه زدن برای قانع شدن برای یه رفتار خوب نداره. جوونایی که تو جبهه رفتن به اوج قله شهادت رسیدن اصلا اینقدر درس اخلاق نرفتن. خب اینا رو دیگه میدونید. یه نکته دیگه هم باز مقدماتی به خود جوونها عرض بکنن و اون این که جوونها شما قدرتی دارید که میتونید جلوی تمام آسیب‌های تربیتی خانواده، مدرسه و محیط بایستید و خلاف مسیر رود شنا کنید. من میدونم بعضی از درس‌ها تو آموزش پرورش خراب میکنه روح یک جوان رو. یه جوان میتونه مقابله کنه و مقاومت کنه، میتونه. اگه کسی نکرد زیرا بیرفت خودش رو فریب داده. نکن کسی خبر نداره با بگی که نه خب با من اینچنین رفتار کردن، من آنچنان شدم. اینا حرف مفته. یه جوان قدرت جلوگیری از بازتابهای منفی محیطی خودش رو داره. دیروز ما برای یکی از جوانهای نمونه تهران، اگر من نگم برجسته ترین جوان تهرانی در دوران دفاع مقدس، حداقل از نظر خاطراتی که به ما رسیده در مورد شهید ابراهیم هادی، جلسه ای بود من به تفصیل نشستم کتاب ایشون رو خاطراتشو خوندم و من توصیه میکنم پیرمردام این کارو بکنن، کتاب خاطرات ایشون رو بخونن. جوان میشن در این حال، در آن واحد یعنی همون لحظه احساس جوانی خواهند کرد. بعد ایشون مثلا میگه که باباش تنبیهش کرد یه روز و از خونه فرستادش بیرون، گفت برو دیگه تا شب اینجا پیدات نشه. الان که میدونید یه همچی کاری خیلی خطرناک، آدم جوانشو بفرسته بیرون بگه برو تا شب نیا، اگه بخوای تنبیه کنی باید تو خونه حبس کنی. حالا رفت بیرون دیگه، برگشتنش با کرام الکاتبینه و آلوده نشدنش. بعد شب برگشت، مادرش نگران بود که بالاخره تو چی کار کردی نهار؟ نگران نهارش بود، نگران رفتارش نبود. جوان خودشو میشناخت، میگفت یکی دو نفر رو کمک کردم برای رسوندن بارهاشون، یکیشون یه پولی به من داد، من با همون نهار خوردم. سالم میمونه، بلکه اولین تجربه کسب و کارش هم به دست میاره. خب میتونست بره سراغ درد دل کردن با رفقاش، قصه خوردن، عقده ای شدن و هزار تا مسئله دیگه. من جوان شهیدی رو میشناسم تو تهران، میومد مسجد و هیئت مجبور بود به باباش بگه که من دارم میرم کمک آموزشی درس بخونم و میگفت من مجبورم زبان و ریاضی و اینامو 20 بگیرم که بابا متوجه نشه من دارم میام، بفهمم پدر من در آورده. میگفت معلم زبان ما میاد مدرسه، میاد مسجد، من باید برم اونجا. اصلا باباش اهل هر چیزی بود. یه بارم دیدیم باباش جلو مسجد پسره رو کتک زد. هم جوانی خراب بشه خودش مقصره، از 14 سالگی به بعد، البته دوران بچگیشو نمیگیم، از 14 سالگی به بعدی که اصلا جامعه ما از 14 سالگی به بعد حداقل تا 18 سالگی همه رو بچه میدونه و
به صورت احمقانه ای عنوانی رو به بچه 15 16 17 ساله میده که تو دوران دبستان این عنوان رو به او میده، میگه دانش آموز. و این وقتی که میبینه بچه بود بهش میگفتن دانش آموز، الانم بهش میگن دانش آموز، میگه خب هنوز من بچه‌م دیگه، پس غلطی دارم میخواد میکنم. خیلی اثر روانیه بعدی داره این کلمه. بابا این مکلف شد یه اسم دیگه روش بذار. ببینید یه اسم دانشجو روی جوان میگذارن اصلا منشش کمی تغییر میکنه، واقعا دیگه مثل دانش آموزی رفتار نمیکنه. اونی که چند ماه اختلاف دیگه، چند ماه پیش تو دبیرستان بود، اومده حالا دیگه قصه فرق کرده، من دانشجو شدم. ما خب این تدبیر رو نکردیم دیگه. حالا امیدواریم که این حساسیت‌های دوران جوانی رو بیشتر درک کنیم، هم بزرگترهای جامعه مسئولیت خودشون رو بشناسن، هم جوان‌ها. حالا این همه شد مقدمه، منم نمیخوام مطالعه کلام بکنم، میخواستم بحث دیگری بپردازم و اون اینه که جوان با همه این قدرت خوب شدن که داره، پس چرا بعضن خراب میشه؟ آسیب‌های دوران جوانی رو من میخوام از دل خوب بودن جوان در بیارم. چی میشه یه جوانی که شما میگید که مفطور به فطرت الهیه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید این جوان اسرع و الی کل خیره، وقت این جوان خراب میشه. چجوری میشه آخه؟ تو من نمیگی ذاتش پاکه، پس از این ذات پاک چرا معمولا استفاده نمی کنه؟ حالا ببینید، بنده غیر از تقصیراتی که بزرگترها دارن برای خراب کردن جوان و غیر از تقصیراتی که خود جوان داره در این که میگه خب دیگران به من اینجوری نگاه میکنن، چرا خودم به خودم اینجوری نگاه نکنم، غیر از اونها فرایند خراب شدن یه جوان رو میخوام توضیح بدم. ببینید، یکی از خصلت‌های انسان عجل است. خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شد. این عجله در دوران جوانی اثر بیشتری در روح جوان داره. و بعد امام صادق علیه السلام هم که دیدید فرمود اسرع الی کل خیر، هر خیری رو پیدا کنه با سرعت به سمتش میره. کافیه در انتخاب خیری که میخواد به سمتش بره اشتباه بکنه، با عجله داره به سمت خرابی میره. او خراب نیست، او فکر کرده خیرش تو اونه. پس اگر جوان رو دیدیم خطا کار هست، با حسن زن باهاش برخورد کنیم. اول نزنیم تو سرش، سرزنش که اصلا نکنیم، بهش بگیم مطمئنن تو میخواستی کار خوب بکنی، مطمئنن تو فکر میکردی این کار خوبیه، با این شتاب با سر رفتی. این شتاب زدگی خیلی از اوقات به جوانها آسیب میزنه. حالا بنده میخوام عرض بکنم که ما باید شتاب جوانها رو بگیریم؟ نه، برای چی بگیریم؟ برای چی این قدرت عجله که میتونه عامل سعادت او باشه رو از بین ببریم؟ احتیاط کن، احتیاط کن، احتیاط کن، گوش نمیده، اصلا کلمه قشنگی نیست براش. خیری که میخواد انتخاب بکنه، اون خیر رو یه کاری کن که درست در معرض دستش قرار بگیره. کما اینکه بنده معتقدم در تعلیم و تربیت و آموزش پرورشی ما خیرات و خوبی‌های عالم درست سر دست جوانا قرار نمیگیره، دم دستشون قرار نمیگیره. نه، جوان باید همین شتاب رو داشته باشه دیگه، ولی جوان نیست، همین سرعت به سوی خوبی ها رو داشته باشه دیگه، و الا زندگی لاک پشتی و حلزونی پیدا میکنه که خدا نخواسته اینجوری باشه. شما میخوای بزنی خلقت و فطرت او رو نابود بکنی، ولی همین شتاب، همین
میل به سرعت گرفتن، همین که دوست داره زود به همه نتیجه برسه. دیدید جوونا رو؟ زود میخوان یه شبه راه 100 ساله برن. وقتی خیرشون رو، هدفشون رو خوب انتخاب میکنن، میشن شهدایی که امام میفرمودن که اینا درس به ما میدن و امام تعارف نمیکرد، میفرمود اینا راه 100 ساله رو یک شبه رفتن. همونه دیگه، میگه صبر کن ببینم، میزنه میره جلو. ده ها شهید، شهدای جوان که بعضی هاشون رو من خاطراتشون رو شنیدم، حالا جزئیاتش الان یادم نیست بگم براتون، از شاگردان مرحوم حضرت آیت الله حقشناس بودن و آقای حقشناس با رفتن هر کدوم از اینا آتیش میگرفت، میسوخت واقعا. اصلا همون عامل میشد یا یکی از عوامل مؤثر میشد ایشون چندین بار ختم چله زیارت عاشورا برداره برای پایان دادن جنگ، ولی ظاهرا یکی دو بار به ایشون رسوندن که آقا این قصه جنگ با مدیریت خود ماست، شما رها کن. یه بار که دیگه ایشون تا آخر چلهشو تموم کرد، به اطرافیانشون فرموده بود تا چند وقت دیگه جنگ تموم میشه. از بس واقعا شهادت این بچه‌هایی که میومدن پای مکتب آقای حقشناس، یه شبه واقعا راه 100 ساله رو طی میکردن. من بعید میدونم تو خیابونا پیرمردا و مسن‌ترا سرعت بگیرن با ماشین و جرائمی در اثر سرعت داشته باشن، مگر اینکه اضطرار داشته باشن. سرعت اصلا مال جووناست، چرا بگیریم؟ هدفشو خوب انتخاب کن، ببین چجوری سری میره. عجله آدم رو خراب میکنه، ولی خداوند متعال هم عجله رو خیلی تحریک میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام چقدر میفرمودن بشتابید، وقت تنگه. من تو دوران دفاع مقدس تو جبهه واقعا میدیدم مصرف کننده های عمیق توصیه های دینی بودن بچه ها. اصلا حاضر نبود یه میانبر باشه اون نره. نماز شب مقید شده بود چی؟ بهش میگفتی بوسیدن دست پدر مادرت از نماز شب تو رو بیشتر بالا میبره، رد خور نداشت، ساعت بعد دست بابا ننه‌ش رو بوسیده بود، اصلا نمیذاشت فرصت از دست بره. اینقدر از اینجور آدم ها دیدیم دیگه این حرفای اهل بیت رو باور کردیم. یکی از ویژگی های جوان که محل آسیب او هست عجله است. خب در مورد عجله چند تا آیه قرآن خوب، یعنی شتاب در واقع به سوی خیرات و خوبی ها خوندیم، یه دونم از بدی های عجله بگیم. انما اهلک الناس العجله ولو ان الناس تثبتوا لم يهلک احد. اگر مردم یکمی عجله نکنن احدی هلاک نمیشه. عجله جوان ها اونها رو وادار میکنه، نه اینکه مرض داشته باشن. یه موضوع، یه جای دیگه، یه آسیب دیگه درباره جوان که من باید فهرستوار اینا رو بگم، حالا اگر آیات روایاتش هم نرسیدیم توی جلسه شمای کلی پیدا کرده باشیم از بحث درباره جوان. یه آسیب دیگه تو جوانها رفقاشونن. حالا چرا رفیق باز اینقدر جوان؟ حتی من دیدم جوانهایی که طلبه دانش آموز، حتی تو جبهه هم اتفاق می افتاد، به شدت به رفیقش وابسته می شد. رفیقش می رفت با یکی دیگه آب میوه بخوره، این می نشست زار زار گریه می کرد. بابا خب مگه چیه؟ اون حال رفیق رفته با یکی دیگه آب میوه بخوره. حالا پسر و مرد، تو دخترها هم اینجور آسیب ها هست. باید مرد باشه، برای خودش محکم باشه، اینقدر وابسته است به رفیقش که حد نداره. این وابستگی عاطفی به رفقا یکی از محله های آسیب جوان هست. حالا میگم چرا این ایجاد میشه.
و یا اینکه جوون رفیقش کافیه اینو مسخره کنه، دست از دین و ایمان و آبا و اجدادش برمیداره، میگه فقط رفیقم منو مسخره نکنه، بابا و مامانم هرچی گفتن به جهنم، فقط کافیه رفقاش تشویقش بکنن، حاضر همه هستیشو بذاره دور، جلوی پدر مادرش بیسته اهانت بکنه. چرا جوان‌ها اینقدر رفیق باز میشن؟ برای اینکه خداوند متعال میخواد جوان از زیر بار خانواده در بیاد، مستقل بشه. برای اینکه از زیر بار خانواده در بیاد، توجه جوان رو به رفقاش جلب میکنه. این قدم اول بیرون آمدن از خانواده است. بعد از رفقا میره سراغ همسریابی. و این اتفاقی که میفته حدود سن 14 سالگی و گاهی از اوقات برای دخترها قبل از سن 14 سالگی. برای اینکه خداوند متعال نمیخواد بچه یه موجود وابسته باشه به خانواده، میخواد او رو مستقل کنه. پدر مادرها اگه دیدن جوون مقابلشون وایستاده زیاد ناراحت نشن، بهشون بر نخوره. اگه دیدن بابا نره رو فروخ برای رفیقش، این طبیعتشه ها، زیاد بهش سوء زن پیدا نکن، مهلت بهش بده، تغافل کن، اصلا به رو خودت نیار، بهت بی احترامی کرده، دعاشم بکن. بالاخره تیپم میزنه دنبال نگاه رفقا و همسالان خودشه، خیلی براش مهمه. فکر نکن خیلی بیدین شده، خیلی غربی شده. جوون یه مقدار اینجوری هست، براش رفقاش مهمترن و این کارو خدا کرده، ولی خدا کنه یه رفیق خوب سر راهش قرار بگیره، تمومه دیگه. رفیق خوب سر راهش قرار بگیره، واقعا به کمتر از شهادت راضی نمیشه. هرچی بابا و مامان التماسش بکنن، میگه بابا شرمنده‌ام نمیتونم. چقدر خاطره از شهدا میشه اینجوری گفت. حالا اصلا چرا جوون اینقدر در ارتباط با رفقاش احساساتی میشه؟ چون اساسا احساسات شأن خیلی بالایی داره در وجود انسان. عقل و درک انسان رو گرایش های انسان را میندازن. یه حدیث رو اشاره کنم، عرضم تمام به محضر علی اکبر ابا عبدالله الحسین توسل پیدا کنیم. اون حدیث این است که امام صادق علیه السلام میفرماید مردم در اثر گرایششون ایمان پیدا میکنن یا کفر پیدا میکنن. چون علاقه به حق دارن مؤمن به حق میشن، چون علاقه به در واقع باطل دارن بعد میرن کافر میشن. اول علاقه کار میکنه، فکر دنبال علاقه راه میفته. پس جوان هم طبیعیه با علاقه و احساسات شروع کنه. ولی به همین جوان امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید من نصیحتت میکنم در نامه 31، قبل از اینکه فکرت مشغول بشه میخوام باهات حرف بزنم، قبل از اینکه قلبت قسی بشه میخوام باهات حرف بزنم. یعنی تو سن جوانی تو آمادگی بیشتری برای پذیرش حق داری. جوانهای خوب یه عیب دارن. اگه گفتید چیه؟ بفرمایید. کسی کمک میکنه؟ خوبا یه عیب دارن. افراط نه. جوان افراطی جوان خوب نیست. جوون خیلی خوب، هر عیبی رو بگی میگم خوب، یعنی اون عیبو نداره، خودشو به زحمت میندازه. نه دیگه، به زحمت علکی نمیندازه، به زحمت درستکی هم چه اشکال داره؟ چیکار میکنه؟ پیرمرد میشه؟ نه، جوون خوب. جوون خوب اونه که پیرمردم نشه. آها، جوون خوب یه عیب داره. این عیبو ای خدا ببخشید من اینجوری برعکس حرف میزنم، بیشتر از همه جوان ابا عبدالله الحسین داشت، که وقتی میره خاکستر میکنه پشترش همه چیو، آتیش میزنه، چیزی برای بابا و مامان باقی نمیگذاره، فقط عیبش. جوانای خوب خدا حفظشون کنه، والا پدراشون نابود میشن اگه برن، هلاک میشن،
حتی اگه امام حسین باشه مثل اشک، ابر بهار اشک می‌ریزه. فقط این عیبو دارن جوانای خوب. همچین که علی اکبر بابا رفت امام حسین شاید میدونست طاقت خدافزی نداره، بلافاصله فرمود برو برو اون کار سخت رو به من تحمیل نکن. فقط این عیبو دارم، یه دونه عیب بیشتر ندارم. جوانای خوبی که هیچ عیبی ندارن، این یه دونه عیبو دارم. من واقعا نمیخوام روزه بخونم، میخوام توجه شما رو به این نکته جلب کنم، ولی خب طبیعیه دیگه. شما فقط شب عزاداری حضرت علی اکبر در دهه محرم فقط بگید حسین، فقط بگید امان از دل زینب، امان از دل خیمه. انشاءالله خداوند متعال باشه ما جوانامونو با همین عیب قبول داریم. فقط جوانای ما رو خوب 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 قرار بده و انشالله این جوانای خوب و خدا برای پدراشون حفظ کنه، برای عمه اگه دارن حفظ کنه. عمه هم آخه بچه برادر رو خیلی دیوونه بار دوست داره، نمیدونم هم چجور چرا دیگه، همین جوریه دیگه. فقط یه اشاره بکنم، شما آماده ای یه ناله بزنی که مجلس آماده بشه برای ذکر، برای مدح و منقبت علی اکبر ابا عبدالله الحسین. چقدر جگر باباش خوشحال میشه شما علی جانم بگید امروز. زینب رو تا اون موقع نامحرمان ندیده بودن که علی اکبر رو زمین افتاد. میگم دیگه این عیب جوانای خوبه.